توپ در اختیار بازیکن آلومینیوم هست. یه توپ محوطه جریمه، حرکت خوب بازیکن آلومینیوم و توپی که به بیرون میره تا از کنار دروازه نیما میرزازاد بازی آغاز کنه. ضربه سر اول رو یا شماره 3 میزنه. حامد نو محمدی یک ضربه از دور و دفعه ناقص و دو ضربه نیما میرزازاد که توپ رو در اختیار میگیره. ضربه کرنر با رضا کاردوس. سابقه بازی در مروان رو هم داره کاردوس. ارسال به محوطه جریمه و ضربه سایی که جهانگیر عسکری میزنه و توپ به بیرون میره. ملوان در روز آخر در فصل گذشته در برابر سیاه جامگان باخت بازی تا سیاه جامگان بمونه و ملوان با اختلاف یک گل تفاضل گل ملوان رو سقوط داد. یا ضربه سر و توپ از روی خط دروازه بیرون میکشه و داورم اعلام خطا میکنه. ساقبی، خود ساقبی اثر قربانی و دریب بزنه، ارسال و ضربه سری که یه لحظه اشتباه میکنه و ضربه ای که توی دروازه قرار میگیره. ضربه سری که داشت به کورنر میرفت میر رسول حسینی پساش مانع از کورنر شدن بشه، توپ رو برگردون و انداخت جلوی پای بازیکن ملوان و توپ در دروازه قرار گرفت. با هم در تصویر هسته میبینیم حتی مدافع نباید به این شکل دفع میکرد. ضربه سری که زده شد و یار شماره 17 بود فکر کنم که توپ رو در دروازه قرار داد. پوریا غلامی از تجربه بالای خودش استفاده کرد، یه ارسال خوب محوطه جریمه، دفع نه چندان خوب از سعید قدمی و اشتباه حسینی. خونه به خونه دیگر تیم در واقع پرمهره لیگ یک با مرزبان به مسافه استقلال اهواز رفته. یه ضربه کاشته که از بالای دروازه به بیرون رفت. خود غلامی تو به اختیار داره، یه پور غلامی هم به نام بابک تیم ملوان سالی نچندان دور داشت. یوسف زاده ضربه از راه دور و دراسکش توپ رو در اختیار میگیره. معقولی تمرکزم گرفته، خود معقولی ضربه‌ای که زده میشه خطرناک، با اختلاف کم از بالای دروازه به بیرون میره. حرکت خوب از بازیکن آلومینیوم، خیلی خوب شروع کردن. یه ضربه از راه دور خطرناک از کنار دروازه به بیرون میره. عالی شروع کرده تیم آلومینیوم، به هر شکل نمیخواد بازی خانگیشو از دست بده. یه پاس در سمت چپ و در عمر رو جلو میخواست بیندازه که موفق نبودن. بازیکن ملوان به خوبی توپ رو در اختیار گرفتن. خودش تانه داره نفوذ میکنه. جعفری ضربه‌ای که میزنه و توپ به بیرون میره. سریع میر رسول حسینی بازی رو میخواد آغاز کنه. سلیمانی توپ در اختیار داره، میتونه پاس بده رو عقب. ضربه‌ای که زده میشه از بالای دروازه به بیرون میره. ضربه‌ای که خطرناک از بالای دروازه بیرون رفت. باید ببینیم حالا تکلیف این ضربه چه خواهد شد. کرل جاسم گل زده، ببینیم این ضربه رو چگونه خواهد. یه ضربه بکن و گل، یک سوپر گل از بازیکن ملوان. چه گلی زد، عجب ضربه ای زد و این بدن آماده خودش رو هم به رخ میکشه. یار شماره 20 حسین قنبری تازه داشت دفاعشو میچید که ضربه رو زد، خیلی محکم و روپا. عجب گلی زد، انصافا گل قشنگی بود. در میانه میدان یه پاس در اون برای ساقبی خطرناک هست و عالی بیرون میاد. انصافا عالی بیرون اومد. کنترل خوب میکنه برای بصیری، میتونه ضربه‌اش رو بزنه. ترجیح میده پاس بده با پشت پا. آیا گل اول چک میگیره یا نه؟ و پنالتی داور برچم زد. کارت زرد رو هم خواهد داد. ماننده دروازه با شیرجه زد و در تصویر هستن میبینیم حرکت خوب تیمی بازیکنان آلومینیوم و کارت زردی که داور میده. این ضربه‌ای که زده میشه و بالاخره پنالتی اعلام میشه. ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. ضربه رو میزنه و گل توی دروازه. یه ضربه خوب به کنج دروازه حسین احمدلو.
نتیجه کار رو 2-1 میکنه. لحظه تاثیر آسته که پنالتی زده شد، حرکت کرد خیلی خوب، ضربش رو زد. در شکل منتظریم تا ببینیم آیا اتفاق دیگه خواهد افتاد یا نه. ساقبی، وکیلی، ضربه که میزنه بکو توی دروازه. یه لحظه از عمق نفوذ کرد، پا به توپ شد، مشخص بود که پاس میده در عمق و یار شماره 19 یاسر وکیلی که توپ رو در دروازه قرار داد. همکارانم اگر ضربه پنالتی یه بار دیگه نشون بدن ببینیم محمدی ضربه پنالتی رو زد یا احمدلو. یه ضربه دیدی داره به گل. چه گلی. ضربه خوبه احمدلو، جواب اون ضربه کاشته قنبری رو داد. خیلی قشنگ زد ضربش رو. یار شماره 14 رضا سلیمانی خیلی قشنگ زد، انصافا ضربش قشنگ بود.